گیت‌چین بلاکچین نسل جدیدیه که سعی داره مشکلات پیچیده شبکه‌های بلاکچینی رو بدون به خطر انداختن جنبه‌های غیر متمرکز بودن و سایر قابلیت‌های اونها حل کنه. اکوسیستم گیت‌چین متشکل از شبکه اصلی گیت‌چین، صرافی غیر متمرکز گیت‌چین، ارز دیجیتال گیت توکن، کیف پول و موارد دیگه است. در واقع هدف گیت‌چین تشکیل یک اکوسیستم غیر متمرکز در سطح سازمانیه که بتونه دارایی‌های دیجیتال رو به طور مؤثر و ایمن ذخیره، صادر و مبادله کنه. ارز دیجیتال گیت‌چین توکن اختصاصی صرافی gate.io که در حال حاضر بر روی بلاکچین اتریوم فعاله. گیت توکن، توکن بومی اکوسیستم گیت‌چینه. از این توکن برای پرداخت کارمزد تراکنش در شبکه گیت‌چین استفاده میشه و همچنین به عنوان پاداش سهام POS عمل میکنه. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به معرفی و بررسی آینده ارز دیجیتال گیت کوین بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. ارز دیجیتال گیت توکن چیست و چه کارایی داره؟ گیت‌چین یه منبع تأمین مالی در سراسر جهان برای ارزهای دیجیتال بوده که دفتر مرکزی این صرافی در هنگ کنگ. گیت توکن یه بلاکچین عمومیه که به امنیت دارایی‌ها اختصاص داره. GT واحد پول غیر متمرکز اکوسیستم گیت‌چینه. توکن GT برای پرداخت هزینه تراکنش‌های انجام شده در شبکه گیت‌چین استفاده میشه. مشتریان میتونن از طریق گیت توکن در طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و محصولات بلاکچین سرمایه گذاری کنن. توکن گیت دارایی رمزنگاری منحصر به فرد صرافی gate.io و پلتفرمی مشابه با کوین BNB ویژه صرافی بایننس داره. توکن گیت بر روی یک بلاکچین مثل بیت کوین، بلاکچین بایننس کوین، بایننس زنجیره هوشمند قرار داره. این بلاکچین هم بلاکچین خود gate.io و gate-chain نام داره. گیت کوین میخواد با ایجاد جامعه‌ای که در اون کارها به سهولت و به دور از فرایندهای پیچیده انجام میشه، زیرساخت‌های جدیدی برای پشتیبانی از وب‌3 طراحی کنه که شامل ابزارها، فناوری‌ها و شبکه‌هایی برای گسترش اوپن سورس. گیت کوین پروژه‌ایه که میخواد اکوسیستم ارزهای دیجیتال رو بهبود بده و در عین حال به توسعه اینترنت آزاد کمک کنه. گیت کوین هم در این مسیر دشوار از مجموعه خلاق تشکیل شده که با سازندگان و پروتکل‌های اون همکاری می‌کنن. ویژگی اصلی ارز گیت کوین که باعث شده از بقیه ارزهای دیجیتال متمایز بشه، مکانیسم اختصاصی تأمین مالی دموکراتیک به نام تأمین مالی لایه 2. با کمک مالی لایه دوم، کمک‌های مالی افراد با کمک اهدا کننده‌های بزرگتر که از استخرهای بزرگتر میان تطبیق داده میشن.
از جوان 2021 چیزی حدود 20 میلیون دلار برای پروژه‌های انجام شده بر بستر این پلتفرم بودجه تأمین شده و 160 هزار توسعه دهنده بیش از 1600 پروژه در هر ماه می‌سازند. از بین 100 میلیون توکنی که گیت کوین عرضه کرده، تنها حدود 35% در دست سهامداران موجوده. همونطور که ذکر شد، 50% این توکن برای تأمین بودجه سازمان خودگردان غیر متمرکز و 15% به ایردراپ اختصاص داده شده. ایردراپ توکن هدیه‌ایه که پروژه‌های استارتاپی برای بهتر دیده شدن در بازار فروش به افراد میدن. بعد از عرضه 35% این توکن، حالا مردم عادی هم قادر به خرید اون هستن. الگوریتم هشینگ مورد استفاده در گیت توکن، اتریوم یا همون ETH. رمز ارزهای دیگه‌ای که از این الگوریتم استفاده می‌کنن، چین لینک، پالیگان، آوه، میکر، توکن هیوبی، پنکیک سواب و چیلیز هستن. بررسی آینده گیت کوین. اگه میخواید پروژه‌ای با ظرفیت و توان بالا داشته باشید، گیت کوین میتونه گزینه خوبی باشه. رشد اخیر گیت کوین دلایل زیادی داشته، اما سه علت افزایش شرکای گیت کوین، کاربردهای داو در کنترل این پلتفرم و تسهیلات جذاب برای توسعه دهندگان جدید از مهمترین ها هستند. از طرف دیگه لازمه بدونید که این مرکز قراره در آینده سرمایه اولیه بسیاری از پروژه ها رو تأمین کنه. این مجموعه عوامل به طور حتم در تعیین قیمت این ارز و آینده اون تأثیر گذاره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید که شما به آینده ارز گیت کوین امیدوارید. به نظر شما این ارز میتونه در سال 2022 روند مثبتش رو ادامه بده؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.